سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو دیگه. من مهراد هستم، از کانال یار بورس در خدمتتونم. دوستان تو این ویدیو قصد داریم ارز کاردانو، سولانا، ریپل و پولکادات رو تحلیل کنیم. پس اگه شما هر کدوم از این ارزا رو دارین، میتونین زیر ویدیو توی توضیحات روی اسمش کلیک کنین، ثانیه‌اش هم نوشتم، روی همون ثانیه‌اش کلیک کنین، مستقیم برین توی تحلیل اون ارز. خیلی خب، قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل این ارزا، لطف کنید اگه هنوز کانال من سابسکرایب نکردین، واسه اینکه هر روز از تحلیل ارز مورد نظرتون مطلع بشین، حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید، تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون رو منتشر کردم شما ازش مطلع بشین و بتونین سریعا ویدیوشو ببینید. خیلی خب، بریم سراغ تحلیل ارز کاردانو. ببینید توی تحلیل دیروز پیروز بود، یادم نیستش دقیقا، اومدیم گفتیم این ارز با برخورد به این حمایت داینامیکی که روی این لاین سعودی بنفش رنگ داره، امکان داره ازش حمایت بشه. اگه بریم گذشته چارت هم نگاه کنیم، میبینین که این لاین سعودی از کجا اومده رد شده و حدود چند باری با این لاین برخورد داشته توی گذشتهش. این بارم استثنا نشده، اومده به محض اینکه با این لاین برخورد کرده، یه کندل تقریبا میشه گفت حمایتی زده. ببینید اینجا هم حمایت استاتیک داشته، همین حمایت داینامیکی که این لاین بنفش رنگ سعودی واسش ساخته. الان گفتم روی این لاین ازش تقریبا حمایت شده. چرا؟ ببینید کندلی که این ارز الان زده یه کندل حمایتیه، با توجه به چند تا کندل گذشتش این کندل یه کندل حمایتی به حساب میاد. و همچنین چون یه الگوی کف دوقلو هم تشکیل داده، در صورت صعودش میتونه تا قیمت $2.09 بیاد بالا. این تقریبایی که گفتم برمیگرده به کلیت بازار و بیت کوین. اگه بازار رو خراب نکنن دوباره و بازار یه ثبات داشته باشه، نمیخواد صعودی باشه، فقط یه ثبات داشته باشه، این ارز میتونه الگوی کف دوقلوشو ازش پیروی کنه و قیمت تا $2.09 بیاد بالا. ولی اگه، چون اینجام کندل خوبی زده، ولی اگه بازم بخواد بازار خراب بشه، نمیدونم بیت کوین بخواد اتفاقی واسش بیفته، آمریکا لایحه‌ای بنویسه، چین یه کاری بکنه، امکان داره همین حمایت هم بشکنه و تا $1.70 یا حتی $1.50 هم که توی ویدیو قبلی بهش اشاره کردم بیاد پایین. $1.50 روی لاین 23 فیبوناچی قرار داره و تقریبا میشه گفت هر ارزی که توی اصلاح شدید رفته، اومده با این لاین 23 فیبوناچی توی چارتش برخورد کرده. حالا فعلا که ارز کاردانو کندل حمایتی زد و تقریبا میشه گفت منطقه خوبی واسه ورود محسوب میشه، ولی بازم اختیار خرید و فروشش با خودتونه و خودتون باید تصمیم بگیرین که اینجا قصد خرید دارین یا نه. حتما همیشه هر چیزی میخواین بخرین، سعی کنین پله‌ای بهش ورود کنین، نه فقط کاردانو یا توی بورس و اینا، هر جا میخواین خریدی انجام بدین، پله‌ای انجام بدین. خب همونطور که گفتم، در حال حاضر روی یه حمایت داینامیک قرار داره، ولی در صورت که این حمایت شکسته بشه، حمایت بعدیش روی $1.70 که یه حمایت استاتیک به شمار میاد. در صورتی که $1.70 هم بشکنه، همونطوری که گفتم حمایت بعدی که این ارز داره روی $1.50 که حدود 15% از قیمت فعلی فاصله داره، یعنی تو بدترین شرایطش میتونه 15% به شما ضرر بده. به همین علت میگم خرید پله ای انجام بدین اگه قصد ورود دارین. خب حالا مقاومت هایی که این ارز داره، ببینید اگه طبق این تحلیل و طبق الگوی کف دوقلوش بخواد پیش بره، اولین مقاومتی که داره روی $2.09، ولی قبل از $2.09 ما روی $1.90 یه مقاومت داریم که یه مقاومت استاتیکه، و همچنین روی قیمت $2 هم این مقاومت رو داریم. در صورت که به این مقاومت واکنش منفی نشون نده، تا $2.09 میتونه حدودش 15% سود بده. دیگه صحبت خاصی نمیمونه راجع به این ارز بخوام بکنم، فقط مقاومت بعد از $2.09 هم که روی
$2.20 بود. اینم بهتر بود میگفتم. دیگه تمام صحبت ها رو توی ویدیوهای قبل کردیم، بریم سراغ تحلیل ارز سولانا. ببینید چارت سولانا رو وقتی باز کنیم، تو اولین چیزی که به چشممون میخوره یه روند نزولیه. این ارز بعد از اینکه یه سقفی زده، حالا وارد یه روند نزولی شده و اگه بخوایم از طریق موج شماری بشماریمش، الان داره موج پنجم نزولی شده ای میکنه. یعنی موج اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. پس الان توی موج پنجم نزولی هستیم. حالا بریم ببینیم این لاین سبز رنگی که اینجا رسم کردم، یه لاین سعودی، این قضیهش چیه. ببینید اگه گذشته چارت این ارز رو باز کنید، اینجا میتونین یه لاین رسم بکنین که اول یه مقاومت بوده، بعد تبدیل شده به یه حمایت. ببینید این اولین نقطه ایه که این لاین شکل گرفته و طبیعتا تا اینجا نمیشد این لاین رو رسم کرد، ولی وقتی واسه بار دوم این لاین تاچ شده، اینجا میتونستین این لاین رو رسم بکنین. همونطور که میبینین تو آینده این ارز هر موقع اومده به این لاین برخورد کرده یا هر جا نزدیکش شده، مثل این نقطه که بهش برخورد کرده، ازش حمایت شده. پس این لاین رو میتونیم به عنوان یه حمایت داینامیک خوب در نظر بگیریم. در حال حاضر کندلی که الان روش هستیم کندل سبز خوبیه، ولی اگه بیایم کندلای چند روز گذشته هم نگاه کنیم، میبینیم تقریبا قدرت خریدار و فروشنده مساویه توی یکی دو روز گذشته. ولی با توجه به اینکه این ارز توی موج پنجم نزولی خودش قرار داره و وضعیت بازار همچنان خوب نیست و اکثر ارزا توی روند اصلاحی دارن به سر میبرن، امکان داره این ارز دوباره قیمتش برگرده پایین. حمایتی که روی قیمت $210 داره که روی لاین 68% فیبوناچی قرار گرفته، ببینید این لاین آبی رنگ، این حمایت رو بشکنه و قیمت برگرده پایین. در صورتی که این اتفاق بیفته، قیمت ارز اولین حمایتش میشه روی $200 که اینجا هم لاین نیم فیبوناچی قرار گرفته و همچنین اگه قیمت ارز بخواد بیاد پایین، اندازه 2 روز بخواد این پایین اومدن طول بکشه، برخورد میکنه با این لاین سعودی سبز رنگ که همونطور که گفتیم یه حمایت داینامیک خیلی خوبه واسه این ارز. اینجا میتونه ازش حمایت بشه و بیاد بالا برخورد بکنه به این لاین نزولی. در این حالت میتونه این لاین نزولی رو بشکنه با توجه به اینکه موج پنجم نزولش هم تموم میشه، میتونه این لاین نزولی رو بشکنه، یه پولبک روش بزنه. اگه کسی نخریده بود، روی همون پولبک اگه موفق بود میتونه خریدش رو انجام بده و ازش انتظار داشته باشه تا سقف قبلی خودش، یعنی $260، دوباره بیاد بالا و حتی سقف جدید بزنه. ولی اگه قیمت این ارز نیاد پایین، کجا واسه خرید مناسبه؟ ببینید اولین مقاومت این ارز این لاین نزولی بالا سرشه که حدود 6% از قیمت فعلی فاصله داره. اگه ارز بیاد بالا و این لاین نزولی رو بشکونه، شما مجاز به خرید نیستین. چرا؟ چون یه پولبک دوباره به همین لاین میزنه. باید منتظر بشیم ببینین پولبک به این لاین نزولی موفق هست یا نه. در صورتی که روی پولبکش کندل حمایتی ندیدین، یعنی اینکه دوباره میخواد این لاین نزولی رو به پایین بشکنه و بیاد زیر این لاین قرار بگیره. ولی اگه کندل حمایتی دیدین، مثلا یه کندل سبز رنگی اینطوری دیدین، میتونین بالا بهش ورود بکنین. اختیار خرید و فروشش پای خودتونه، ولی اگه من باشم یا ثبت میکنم ارز بیاد این لاین نزولیشو بشکنه و بالای این لاین قرار بگیره، یا اینکه ثبت میکنم قیمت ارز ریزشی بشه و بیاد با این لاین سعودی سبز رنگ برخورد بکنه و اینجا چون حمایت خوبیه و به احتمال زیاد ازش حمایت میشه، اگه دیدم کندلای حمایتی خوبی روی این لاین سعودی میزنه، میتونم بهش ورود بکنم. حمایت های این ارز رو گفتیم. همونطور که گفتیم اولین حمایتش روی $200 که تقریبا با این لاین سعودی هم یکی میشه. حمایت بعدی که این ارز داره روی قیمت $190، اینجا من زدم 189 ولی روی $190 و همچنین حدود 1% 1.5% پایین تر روی قیمت
185 دلار که لاین 38 فیبوناچی هم روی این منطقه قرار گرفته. پس 185 تا 190 دلار هم میشه حمایت دوم این ارز. مقاومت ها همونطوری که گفتم، اولین مقاومتش یه مقاومت داینامیکه که این لاین نزولی تشکیلش داده و مقاومت بعدی 245 دلار رو میتونیم در نظر بگیریم، ولی اگه این لاین نزولی بشکنه دیگه فکر نکنم به 245 دلار واکنش نشون بده و تا 260 دلار ازش انتظار بالا اومدن داریم. خیلی خوب، اینم از تحلیل ارز سولانا بود. بریم ببینیم ارز ریپل چی داره واسمون. ببینید ارز ریپل در حال حاضر لاین 61 فیبوناچی رو شکونده و زیر یک روند نزولی قوی قرار گرفته. این ارز هم مثل بقیه ارز کندل خوبی زده ولی همچنان زیر یک لاین نزولیه. حمایت هایی که این ارز داره، ببینید اولین حمایتش روی قیمت 1 دلار و 2 سنته که همین الان هم روش قرار گرفته، ولی با توجه به اینکه این لاین نزولی وجود داره، اگه قیمت ارز به این لاین نزولی بازم واکنش منفی نشون بده، این حمایت شکسته میشه و قیمت ارز تا حمایت بعدی خودش که لاین نیمه فیبوناچیه و همچنین یه حمایت استاتیک هم به شمار میاد که روی قیمت 96 سنته برمیگرده پایین و باید توی این نقطه ازش انتظار حمایت داشته باشین. ببینید اینجا قبلا مقاومت بوده، الان تبدیل به حمایت شده. پس حمایت اول این ارز شد روی این لاین قرمزی که الان رسم کردم، یعنی 1 دلار و 2 سنت، و حمایت بعدیش روی قیمت 96 سنت هستش. در صورت که این لاین نزولی بشکنه، مقاومت هایی که این ارز داره توی اولین مرحله روی 1 دلار و 10 سنت این ارز مقاومت داره، که البته اگه این لاین نزولی بشکنه مقاومت زیاد مهمی واسه این ارز به حساب نمیاد و چون میاد بالای لاین 61 فیبوناچی قرار میگیره، میتونه دوباره تا محدوده 1 دلار و 16 سنت الی 1 دلار و 22 سنت بیاد بالا. پس اولین مقاومت این ارزی که میتونیم به عنوان مقاومت تقریبا سخت واسه این ارز حساب کنیم روی قیمت 1 دلار و 15 1 دلار و 16 سنت، و مقاومت بعدیش روی لاین 78 فیبوناچی هم که همونطور که گفتم روی قیمت 1 دلار و 22 سنت. تا اولین مقاومت حدود 9% فاصله داریم و تا مقاومت دوم این ارز حدود 15%، و همچنین حمایت های این ارز تا اولین حمایت حدود 2.5% فاصله داریم و تا دومین حمایت کلاین نیم فیبوناچیه حدود 8% اختلاف قیمتی داریم. فقط اگه قصد ورود به این ارز دارین حتما این نکته رو در نظر بگیرین که این ارز در حال حاضر دقیقا زیر یک لاین نزولیه و اگه این لاین نزولی بشکنه همونطوری که توی ارز بایننس گفتم میتونین بهش ورود کنین. ببینید توی ارز بایننس هم تونست این لاین نزولی رو بشکنه و تا مقاومت بعدی خودش بیاد بالا. البته در نظر داشته باشین که فقط خرید پله‌ای مجازین انجام بدین، چون ارز توی روند نزولیه، توی روند نزولی هیچ وقت با کله وارد یک سهم یا ارز نشین. خیلی خوب، بریم سراغ ارز پولکادات رو ببینیم پولکادات چطور شرایطش. پولکادات یکی از ارزهایی که من فوق‌العاده با چارتش حال میکنم، یعنی این ارز با فیبوناچی خیلی خوب داره جواب میده. اگه بیایم گذشته این ارز رو نگاه کنیم، ببینید من فیبوناچی از اینجا رسم کردم، روی لاین 23% مقاومت داشته، دقیقا روی لاین 38% مقاومت داشته، اومده بالاتر روی لاین نیم. ببینید چقدر از این ارز حمایت شده، حتی بالاتر روی لاین 61% مقاومت داشته و همچنین توی اصلاحش روی لاین 78% حمایت، روی لاین 61% حمایت، روی لاین 38% فیبوناچی حمایت خوبی داشته. در حال حاضر کندل خوبی زده و رو به بالا حرکت کرده، ولی همونطوری که مشاهده میکنین با لاین نیم فیبوناچی به مقاومت خورده، اینجا گیر کرده. پس یعنی
اگه شما به این ارز بخواین ورود بکنین، اولین حمایتی که میتونین واسه خودتون در نظر بگیرین روی قیمت 37 دلاره. روی 37 دلار، چون لاین 38% فیبوناچی قرار داره و همونطور که گفتم این ارز به لاینای فیبوناچی خیلی احترام میذاره. قبلا هم با برخورد به این لاین ازش حمایت شده، میتونه روی لاین 38% فیبوناچی یا همون قیمت 37 دلار ازش حمایت بشه. ولی در صورتی که این حمایت شکسته بشه، حمایت بعدی که این ارز داره، ببینید اولین حمایت شد حدود 8% پایین تر، حمایت بعدی روی لاین 23% فیبوناچیه که حدود 18% با قیمت فعلی فاصله داره. پس اگه قصد ورود به این ارز رو داریم، باید حداقل به اندازه 20% خرید پله‌ای بتونین پشت این ارز وایسین و ساپورت کنین خودتون رو. یعنی اگه الان 1 تومن از این ارز خریدین، باید 6 تومن دیگه هم پول داشته باشین، چون توی پله دوم که حدود 8% پایین تره، اگه بخواین یه پله دیگه ورود کنین، اینجا باید 2 تومن وارد کنین و روی لاین 23% فیبوناچی اینجا باید 4 تومن ورود کنین که سرجم مثلا میشه 7 تومن. اینو به عنوان مثال گفتم، البته خرید توی خرید پله ای هم هر کی استراتژی خودشو داره، ولی خواستم اینو با مثال بگم که متوجه بشین. این از حمایت های این ارز بود. مقاومت های این ارز، همونطور که گفتیم اولین مقاومتش لاین 61% فیبوناچیه که از قیمت فعلی حدود 8% فاصله داره، و مقاومت بعدی یکم پایین تر از لاین 78% فیبوناچی در نظر میگیریم، چون اینجا هم یه مقاومت استاتیکی داشته. تا این منطقه حدود 17% و تا لاین 78% فیبوناچی حدود 20% فاصله قیمتی داره. راجع به کندلام که صحبت کردم، کندل فعلی کندل خوبیه اگه بازار این ارز رو خراب نکنه، یعنی بیت کوین دوباره جو نگیرتش بریزه پایین، این ارز میتونه صعودش رو از همینجا شروع کنه. ببینید من اومدم گذشته این ارزم نگاه کردم، از این کندل 7 سپتامبر و کندل 28 سپتامبر، اگه این دوتا کندل رو با هم دیگه وصل بکنیم، یه لاین صعودی ما میتونیم واسه این ارز مشخص بکنیم که اگه دقت کنین این وسط هم برخورد داشته با این لاین. اینم به عنوان یه حمایت داینامیک میتونیم در نظر بگیریم، که البته اگه قیمت ارز بخواد بیاد پایین، این حمایت هم روی همون قیمت 37 سنت یعنی لاین 38% فیبوناچی با هم تطابق پیدا میکنن. خیلی خوب، ببینید این ارز در حال حاضر زیر یک روند نزولی قرار داره. ببینید اگه این گلها رو به هم وصل بکنیم، این ارز میره زیر یه روند نزولی که امکان داره اگه قیمت ارز بخواد بیاد بالا، توی محدوده 41 سنت با این لاین برخورد داشته باشه، ولی اگه قدرت کافی رو داشته باشه میتونه این لاین رو بشکنه و رو به بالا حرکت کنه، ولی امکان داره واکنش منفی به این لاین نشون بده و قیمت دوباره تا 37 سنت برگرده پایین. اگه قصد ورود به این ارز رو داریم، به نظر من بهتر صبر کنین این لاین نزولی شکسته بشه. در صورتی که این لاین نزولی شکسته بشه، دیگه روند نزولی نداره، تا یه سقفی بزنه و بتونین یه لاین نزولی دیگه بکشین. خیلی خب، اینم از تحلیل ارز پولکادات بود. ممنون که تا اینجا با ما بودین. در ادامه ما تحلیل ارز شیبا، دوج کوین، بیبی دوج و دوجلانو قرار میدیم توی کانال. فعلا شب و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.